با سلام و درود احترام، در ادامه کلیپ قبلی اینو میخونم، بعد میرم سراغ سایت کوچه و چند تا خبر که نیروها چیکار کردن چیکار نکردن و اینا دیگه در اومده، دیگه درس کرده بیرون و پخش شده. حامد محمدی میگوید افسران ناراضی اطلاعات محرمانه رو فاش میکنند و دست به خرابکاری میزنند، چنانکه اطلاعات مربوط به مسیر حرکت قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه که در عراق ترور شد با مسیر حرکت محسن فخریزاده از متخصصان موشکی به اتمی جمهوری اسلامی از داخل ایران لو رفت. وی با اشاره به انفجارهای در زیر ساخته استراتژیک جمهوری اسلامی نیز میگوید اسرائیل از کجا میفهمد در تاسیسات هسته ایران چه خبر است. محمدی همچنین توضیح داد در ایران بین نیروهای سپاه و اختلاف و ارتش اختلاف وجود دارد. وی با استناد به اظهارات همکاران سابق خود به عنوان میکند که این مشکل به حریم خانواده نیز کشیده شده و میزان افسردگی و طلاق در بین نظامی ها افزایش یافته است. این نظامی سابق اما معتقد است با وجود اینکه اغلب مردم در ایران از حکومت ناراضی هستند، اما همچنان ترس از دیدن مانع شکلی تظاهرات بزرگ و فراگیر بزرگ می شود. این هم تو دیگه ترس مردم ریخته است. تو دعوا چیز نکن، تو دعوا نخته این نکن. مهداد خانسادی در ارتباط با شرایط کنونی جمهوری اسلامی به فاکس نیوز میگوید تا این لحظه که صحبت میکنه حکومت اوضاع را کاملا از دست داده، که آنها از مسائل داخلی کلیدی با زندگی مردم مرتبط است عاجز ماندند و در رأس قدرت هیچ چشم‌اندازی برای بلند مدت ندارند و قادر به انجام هیچ کاری نیستند مگر اینکه سیاست‌های خود را به شکل جدی تغییر دهند، که یعنی به چهره خودشون برن. خب خدمت سایت کوچه امشب یک کلیپ گذاشته در مورد ملاقات شاهزاده پهلوی با مجاهدین خر در اسرائیل. البته این حرف رو آقای رضا زرابی میزنه. رضا زرابی بچه خیلی خیلی خوبیه، انسان خیلی شریفیه، اما خیلی وقتا احساسی صحبت میکنه و فکر میکنه درسته، بعد میبینه اخبارش درست غلطه. 100% خبرم غلطه. حالا بهش گفتم بیا بگو فلان، کار ندارم، بچه خوبیست، یعنی انقدر خوبی ها سیاده که ما این ریسیوی در میکنم. اما اینا وقتی من این خبرها رو میخونن، این کارا رو میکنن، میخوان خودشان را مطرح کنند، میخوان با این کارا خودشان رو بزرگ کنند. نمیدونم، بزرگی به این حرفا نیست. آقای سایت کوچه واقعا شرمت باد، شرمت باد که این حرفا رو شد زدی و بعد وقتی میگی که یا این اخبار رو شازده رو تخریب کنن، شازده با این حرفا تخریب نمیشه. کی میخواد کله پوکتون فرو کنید؟ مزدور کثافت، نجاست های حال به هم زند. شازده با این حرفا تخریب نمیشه. شازده 80 نفر دوست دارن، سابقه خانوادگیش میدونند. تو چی؟ تو چند سال اومدی از سرقه سریه طرف و اینا کار رو بکنی؟ یه گنجش که نشست آقای سایت کوچه هرون زاده کثافت، گوش کن یه گنجش روی کو نشست، بعد چند دقیقه بالا شده خود با تو به کوکو ببخشید که من خستتو کردم. کو خندش کرد، متوجه داشت که آبادی که داری میری. یه چیز دیگه من تو میگم، ناپلئون در یکی از حمله هایی که داشت به یه جا داشت میرفت، فقط 200,000 نفر سورساتچی بودن، یعنی تشکیل آشپزخونه و فلان و بینو بند اصلا بودن، 200,000 نفر داشتن میرفتن. مثلا به یه جایی دارم دو مثلا 400-500 بیتشون یک دیدی هست آرش جنگی بستن. ناپلئون تعجب کرد. خوب دقت کنید، سایت کوچه، خود از اینجا زایی نکن، محکوم نابودی هستی با این گوه خوریه که امشب کردی. شازده با این حرفا چیز نمیشه، چون خودتون خراب بکنید. بعد این هم فرسته بوده چی میرفت جلو آمد و خندید با برو با چی میخندید؟ گوه اینه 400-500 بر جمع شدن میگن ما پا ناپلئون به جنگ. خیلی حرف کودکانه و رفتار کودکانه و احمقانه است. رفت گفت که بون لیدرش بود بید اینجا ببینم. رفت لیدرش بود اصلا آمدن و بعد ناپلئون گفت که شما با چه عقلی میخواید با من بجنگید؟ گفت ما که میدونیم از تو شکست میخوریم، ما رو له لورده میکنیم، اما اسم ما در تاریخ خواهد موند که ما با ناپلئون جنگیدیم. سایت کوچه جمع کس کسدتون راجع شازه جمع کس کسدتون تلی گفشت کردی، یه تلی 100% غلط و میخواست خود مطرح کنیم، برنامه داغ کنیم، ولی متاسفانه یا خوشبختانه حال مردم از شما دیگه به هم میخوره. عراجیبی که میگید تو جلسه که من گفتم شازه از این رفتم بیرون،
همسرشون بهشون پیامک دادن که آقا جلسه بیا بیرون، اینا برای چیز دیگه است، باشون باز جلسه بیرون. و بچه هم داره کم کم حامد اسماعیلی داره حرف میزنه با فاش میکنه اینگار چه عددی هستن اینها، چقدر خوششیفته هستن، خود مطرح کن هستن، بعد بخته بیشه برک زده. شما هر شما 40 سال عقبید، گیر اومده میخواید بری کور خوندید، مردم میفهمن اینا رو که آره من میخوام فلان کنیم، بیسار کنیم، بمدان کنیم، شما شکلی حرف نیستید. حیف گفتم چرا تو جوب میخواست مثال بزنم، مثال نه جوب میخواستم بگم، ولی اسلام دست با اون بسته. خب خدمت شما عرض کنم که امروز دیدیم که در دیروز بعد از بازی دربی باز همون شعار محکم روز روی شاد خیلی قشنگ خیلی محکم داده شد که خلاصه در نشان میده گوری از تماشای دربی صد در ورزشگاه آزادی شعار رضا شاه روی شاد زدن. پیش از این ویدئوی دیگر از طرفداران استقلال منتشر شد که در آن نام وریا غفوری کاپیتان سابق تیم استقلال فریاد میزدن. همچنین پیش از شروع بازی هواداران دو تیم پایتخت به تشویق علی کریمی پرداختن. خب خدمت شما هستم که یک جوک نوشته اینجا که واقعا مادم میمونه اینا از کارشون در میارن که تاکسی رو 40-45 تا 50 بردن بالا بشکل نیست 40 تا 50 بردن بالا خوب باشه. حالا میاد میگه این روزه بارونی شما گیری تاکسی افتاد تاکسی دربار سوار میکنه رقمی که تعیین میکنه رو شما باید پرداخت کنید و این اجحاف در حق هموطنشه و این اجحاف دقیقاً تیری خواهد شد از قیب تو جیگر خوده رو هم تاکسی که طرف مستر گرفتار در اون موقع بهت چیکار میکنه؟ سختگیری و پول زیاد میگیره. هیچ وقت خودتون نمیشه، همیشه هشت گره نویتونه. افزایش شخصای قیمت تاکسی در زمان بارش باران یک مقام از سازمان مدیریت نظارت بر تاکسی تهران از گرانی 45% نرخ تاکسی خبر داد، گفت به موضوعات مانند شلوغی خطوط، زمان پیک سفر، شرایط آب و هوایی کرایه می تواند تا صرف 60% افزایش یابد. مبارک باشه. این بزرگترین اعتصاب از شما می خونم، بزرگترین اعتصابات کاری در عرصه پتروشیمی در تاریخ جمهوری اسلامی. شرکت های پیمانکاری که تاکنون به اعتصاب سرسی پیوستن خیلی هم فقط من چند تا شما می خونم، کارگران پروژه شرکت اکسیر صنعت خیلی زیاد داده، پتروشیمی گشتاران، پتروشیمی کیان اصلویه، کارگران پتروپالایش کنگان و همینجور تونتون زیاد هستن، تا کارگران پتروشیمی بوشهر، سایت یک گروه ساپورت، کارگران شرکت استینال صنعت، کارگران شرکت فولاد صنعت، اطلس پیمانکاری اسد بهرمی، کارگران شرکت فرند صنعت و خلاصه خیلی زیادن. من 44 تاش اینجا لیستشو دارم خدمت شما هستم. این از این. اما یه خبری هست که زیاد چیز نیست، اما پزشکای بی سواد ما کردند با هماهنگی اون ور نشسته ها که اینا رو آوردند و بهشون گفتند دهه 50-60 یادتون باشه میگفتند که مادرها حق ندارن تا 3 روز بچهشون ببینن و شیرشون رو بدوشن، شیر آغازه بدوشن تا بچه هاشون اون شیر رو نخورن، تمامش میکروبه. نه که در ایران، در خیلی از کشورها این کاری کردند. عجب سم می داده بچه رو بخواست نموردند، تو قبلش نموردند. شما شعورتون نمی رسه، طبیعت روال خوش تهی می کنه. متاسفانه بین دهه 50-60 پارکینسون داشته قوقا داره می کنه به خاطر شیر مادر نخوردند یا شیر آغاز نخوردند. بعدش در مقابل این مریضی که دستنین بالا سراغ آسان میاد متاسفانه دفاعی نداره و سریع تسلیم میشه. ببخشید تسلیم میشه و اون چیزی که نباید اتفاق بیفته اتفاق افتاده. من روش فکر میکنم اگه چیزی به ضرورتی کمکی بکنه به این قضیه حتما خدمتتون عرض خواهم کرد. اما تنظیر الان میتونم بهتون بگم
خوردن مواد غذایی است که درش عجب پیر شدیم دیگه، درش سیلیسیوم باشه، سیلیس باشه، در غذای عادی که شما میخورید در پوست زمینی هست، در خیلی سوی هست. من اینو کلیپور میکنم به غذای خواهم گفت که کمک کنه به روند کند شدن مریضی. حتما این کار خواهم کرد، به تو خواهم گفت، ولی متاسفانه این واکسن که زده باشند این خیلی سخت میکنه کار رو، چون پارکینسون مریضی هست که در سن بالا به سراغ انسان میاد و دیگه از کسی از مامدری کلی پولدارتر نبود و نتونست کاری بکنه. ولی من تلاشم خواهم کرد، به تو خواهم گفت، در حد 1-2%، 5% به اثر بذاره خیلی خیلی مهمه. پس مواد غذایی استفاده بکنید که سیلیسیوم، سیلیس توش باشه که اون کمک میکنه به سیستم دفاع بدن، تقویت میکنه که یک مقداری رشد این مریض رو کند کنه و این مقدار در بول معروف علاجش مثبت باشه. وزارت رفت تولید یک لیتر بنزین 18,000 تومان برای من هزینه دارد. دروغ میگه، 18,000 تومان بیشتر هست، غیر هزینه دیگرش حساب نمی کنند، ولی باز 18,000 تومان هم زمین سازی برای گرون کردن قیمت بنزین هست، ولی هیچ راهی گریزی ندارند، هیچ راهی فراری ندارند. اون زمانی که احمد شده احمق و اون دیگه من دلار میفروختن تو بازار بیان صورت حسابش پر بکنند، دولت چیز گفته 8,000 میلیارد ما بدهیار دادیم. چقدر دادی؟ دلار چند بود؟ چند شد؟ دزدی از جیب خودتون، دزدی از صرف خود کلان، دزدی از جیب مردم کور خوندید. متاسفانه باز در آمریکا اتفاق داره میفته، اتفاق اتفاق نداره، ما بیلزنیم باقچه خودم بیلزن، اما اتفاق خوبی نیست و قطعا به اروپا سرایت خواهد کرد. سریال خروج قطارهای آمریکایی از ریل ادامه دارد. در ادامه سریال خروج قطار از ریل در آمریکا، اینا نمیگن خوش بخشم خبر از خبرگزاری دیگه میرسه. در ادامه سریال خروج قطار از ریل در آمریکا، این بار قطار باری مواد حامل مواد خطرناک در مین دچار سانحه شد. آتش‌نشانی راکوود به مردم توصیه کرد از منطقه دور بمانند، اما دسته تخریب ساده نشد. در این حادثه چند نفر زخمی شدند و این چیز خوبی نیست، یک بدعت خوبی نیست. خدمت شما هستم که دیگه برامون توریست میخواد بیاد، اونم از چین میخواد بیاد، ویزام نمیخواد، ایسی دستی هم بهش میدن، چینی گدا و گدازاده و کرمخار میخواد بیاد تیران چه کار بکنه؟ چقدر بدبختین شما. او گفته علی اصغر شالبافان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگ در دیشه بسنی دست ایران از اقدام ایران برای لغو داوطلبانه برای ایران. خلاص دیگه میخوام بهتون بگم چینی رو میخوام بیارم، بعد جست بگم ما داریم توریست میاریم، خرج کن، آفریقایی رو هم بیار، خیلی دیگر هم بیار. ابرقدرت بدبخت روسیه، ابرقدرت توسعه نیافته اقتصادی ضعیف با موشک‌های هسته‌ای آخر زمانی. خط هوایی روسیه به دلیل تحریم برای تعمیرات به ماهان متوسل شده. کورمور شل غم خورد، میگفتن شل غم خورد، شل یعنی آدم شل بود، غم خورد چون کوره اینو پشتش میکرد، بعد این میگو از این ور برو از این ور برو، بعد کوره مر شل غم میخورد، میگفتن شل غم خورد. حالا اینجوری شده. رادیو فردا با گذشت بیش از یک سال تحریم‌های هوایی ناوگان پروازی روسیه، این کشور یک فروند هواپیما از خطوط هوایی عمده خود را به تعمیر بیرون فرستاد. دیگه الان چه شود دیگه؟ آقای خاندیز وزیر اقتصاد داره حرفایی زدن که واقعا با طلا نوشت. نمی‌فهمن واقعا پول نقد و پشتوانه رو نمی‌فهمن. این چی خاندیزی؟ سیستم بانکی هوشمند، پول نقد لازم نیست، شورای پول و اعتبار پول چاپ می‌کنیم. میگه پول چاپ می‌کنیم، میگه لازم نیست چون تو با دستگاه جابجا می‌کنن. تداوم تجمعات اعتراضی کارکنان شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران به اعتراضات. روزنامه هم میهن هرچی پیش می رویم
وضعیت معیشتی مردم بدتر می شود، نه می خواهد بهتر شود با این وضع. روزنامه همین با انتقاد از برنامه دولت نوشت هرچی پیش برویم وضع معیشتی مردم به ویژه طبقات فقیر بدتر می شود و ریشه این وضعیت نیز در فقدان برنامه نزد دولت است. پرویشه این روزنامه دولت شعار عدالت می دهد ولی بودجه آنان در سال 1402 نزدیک 50% بیش از 1401 است ولی حقوق و دستمزد کارکنان حدود 20% افزایش یافته. منطق این تفاوت در کجاست؟ این بودجه به کجا می رود؟ فلسطین می رود، سوریه می رود، یمن می رود و کشور دیگه می رود. این کجا می ره؟ شهبانو فرح پهلوی مقامات جامعه حکومت رو به یک بنبست نهایی خاطر رسوند که دیگه آخرش درست نیست. خب من اصلا خداحافظی میکنم و سایت کوچه ننگ و شرم بر تو، واقعا خجالت نمیکشی برای شازه اینجوری حرف میزنی؟ خیلی بدبختید، واقعا بدبختید، واقعا بدبختید. شما وقتی ببینید خشم مردم رو برای شما علیه شما چه بلای سر شما میاد، ببینید قاز به چه رو میاد. هر شما دارم آین دختر سلیمانی من گدایی میکنه، شما هم خلاصه ببینید توی ایران جایگاه پایگاه ندارید، توی ایران نمیتونید برگردید. چی کردونه در میارند؟ چی کردونه در میارند؟ درود بر شاهزاده پهلوی، واقعا پهلوون هم هستی، پهلوی هم هستی و ایتالیا سفرت خوش بشه و جلسه خوبی داشته باشید. پارلمان ایتالیا شما دعوت کرد تشریف بره اونجا و این باعث افتخار سبز ملت ایرانه. به دست با افتادند، به دریوزی افتادند. ایتالیا هم نابود، خودتون میدونید وقت شما جنوبش بسش خیلی زیاد. ایامتون میکنم، روزاتون خوش، تا که بعدی.